برنامه سازان، میهمانان و کلی شرکت کنندگان در برنامه های تایم تیوی مسئول سخنان و نظریات شخصی خود هستند. درد دل روان، برنامه با دکتر جواد نفیسی، هر پنجشنبه ساعت 7 شب از رویال تایم تیوی. من دکتر جواد نفیسی هستم، خدمت شما بینندگان گرامی سلام عرض میکنم. به دنبال برنامه هفته قبل، من در مورد رشد روان صحبت میکنم و یه خلاصه ای از اون چی که هفته پیش صحبت کردم خدمتتون عرض میکنم و بعد ادامه میدیم. من در برنامه قبلی به توجه شما آوردم که برای اینکه روان بتونه رشد خودشو به موازات رشد جسم ادامه بده، باید اولا از نظر کروموزومی سالم باشه و اشکالات ژنتیکی و کروموزومی نداشته باشه، دوران حاملگی به مراحل دوران حاملگی همه به خوبی صورت گرفته باشه، زایمان بدون صدمه به جنین باید صورت بگرفته باشه، تا اینکه یک نوزادی با روان سالم به دنیا بیاد و از اون نقطه تولد نوزاد سالم ما میخوایم ببینیم که روان چجوری میتونه رشد بکنه، همونطور که جسم نوزاد رشد میکنه. و من به توجه شما آوردم که همون جوری که برای نوزاد، برای زنده موندن نوزاد احتیاج داره تغذیه بشه، اکسیژن و هوا لازم داره، همونطورم احتیاج به آغوش گرم مادری و محیط امن و امان خانواده و والدین پر محبت داشته باشه و با محبت و مهربان که بتونن نیازات عاطفی و روانی کودک رو برآورده کنن. و من به توجه شما آوردم که اگر این که در هر مرحله از این رشد صدمه ای وارد بشه به روان، ضربه ای وارد بشه به روان، به هر علت، ممکنه مرگ مادر باشه، ممکنه بیماری مادر باشه، ممکنه افسردگی مادر باشه، اعتیاد باشه، اشکالات زناشویی باشه، اشکالات پدر باشه، هر چیزی که اون نظم و محیط گرم خانواده رو به خطر بندازه، در نتیجه یک توقفی در رشد روان صورت میگیره و جسم کودک شروع میکنه پیشرفت کردن و بزرگ شدن، ولی از نظر عاطفی یه توقفی اونجا صورت میگیره و این باعث میشه که کودک نتونه با محیطش به خوبی تطبیق کنه و متاسفانه سبب احساساتی میشه که خیلی مضرن و بعدها ممکنه ایجاد افسردگی بکنه و اضطراب شدید ایجاد بکنه و اجازه نده که روان به موازات جسمش رشد بکنه. ولی برعکس، اگر تمام نیازات عاطفی و روانی کودک تأمین بشه، بعدن روان هم مثل جسمش میتونه بدون توقف از مراحل طبیعی رشد عبور بکنه و از هر مرحله به مرحله بعدی بره و با بحران هایی که ایجاد میشه به علت رفتن از یک مرحله، فرض کنین کودکی، به نوجوانی و نوجوانی به بلوغ، میتونه تطبیق بکنه خودشو با اون تغییرات و اون تلاطمایی که در درون ایجاد میشه و به طور خودرو و خودجوش
با خودمختاری و اطمینان و اعتماد به توانایی خود به رشد و پیشرفت خودش ادامه میده و هیچ اثری از اون نیروهای مخربی که من صحبت کردم مثل افسردگی و احساس شدید شرم و ندامت پیدا نمیشه. اگرم یه خطایی میکنه اون احساس ندامتش بسیار خفیفه و هیچ موقع حالت خودخرابکاری و انتقامگیری که در مواردی که صدمه شدیده در اونها دیده نمیشه و اونها انتقامجو نمیشن که از خودشون انتقام بگیرن یا از اطرافیانشون انتقام بگیرن اگر اشکالی ایجاد میشه. نتیجهش هم این میشه که بعد میتونن با تمام نیروهایی که در درونشون هست و تمام استعدادهای مادرزادی که داشتن بتونن که به هدفهاشون برسن. برای مثال میدونیم اولین بار این کودکان در دوران دبستانیه که با انتظارات تحصیلی از اونها روبرو میشن که باید چیزی رو یاد بگیرن و امتحانی پیش میاد و نمره‌ای پیش میاد و اگر رشد روان اونها تا مرحله دبستان توقف پیدا نکرده باشه اونها کاملا از این مسئولیت برمیان و با یه حس اعتماد و حرمت نفس میتونن به پیشواز تمام چالش هایی بشن که در جلوشونه. حتی در دوران دبیرستان دیگه آمادگی دارن که با دیگران به طور مسئولانه‌ای و متمدنی رابطه ایجاد بکنن و تا اینکه بالاخره وارد این مرحله پرتلاطم تینیجری یا نوجوانی میشن که اونهایی که به خودشون اعتماد دارن و رشد روانشون بدون توقف پیش رفته و صدمه ندیدن یا صدمه کمی دیدن میتونن که با اطرافیان خودشون رابطه ایجاد بکنن و محدودیت‌ها و منافع و مرزهای خودشون و دیگران رو کاملا حس میکنن و تا اینکه بالاخره وارد مرحله بلوغ میشن و در این مرحله است که تمام تجاربی رو که از بد به تولد تا سن بلوغ داشتن از این به بعد میتونن به کار ببرن که یه رابطه عاطفی نزدیک و صمیمانه‌ای با دیگران ایجاد بکنن و به هدفهای تحصیلی و حرفه‌ای و بعداً به هدفهای خانوادگی خودشون برسن و در ضمن بتونن در اجتماع به عنوان یک فرد مؤثر و مسئول با احترام به حق دیگران و حق خودشون پیش برن و اگرم اشکالاتی به وجود میاد این توانایی رو دارن، اون قدرت رو دارن که اونها رو از سر راه بردارن. اگرم امکان برطرف کردن اون اشکالات وجود نداره اونها میتونن که به مرحله‌ای برسن که اون چیزی که غیر قابل تغییره قبولش بکنن و نگذارن که اشکالاتی که پیش اومده اونها رو از ادامه زندگیشون عقب بندازه و از پیشرفت رشد روانشون جلوگیری بکنن. ولی بعد از این مرحله جوانی به مرحله میان سنی میرسیم و این زمانیه که روان ما به حد اکثر رشد خودش رسیده و اغلب افراد موفق در این مرحله میان سنی هستن که
بهترین آثار خودشون رو عرضه میکنن و ظرفیت و توانایی روان معمولا در این مرحله به اوج خودش میرسه و معمولا انرژی روانی در این مرحله به طرف اطرافیان و اعضای خانواده و افراد جامعه متمرکز میشه. در این مرحله ای که اگر روان ما رشد خودش رو انجام داده باشه و هیچ توقفی در رشدش صورت نگرفته باشه، به عنوان یک فرد بالغ ما میتونیم که موفقیت‌های شغلی و مادی و موفقیت‌های رابطه‌ای و اجتماعی داشته باشیم و میتونیم با سلامت جسم و روان از زندگی خودمون راضی باشیم. ولی یک طرف دیگه قضیه زمانیه که ما به عللی در ابتدای زندگی و من 8 سال اول و خصوصا 4 سال اول و اینجا روش تاکید میکنم صدمات عاطفی به ما صورت گرفته باشه و در نتیجه مرحله رشد روان درش توقفی ایجاد بشه و یه عقب افتادگی در رشد عاطفی در ما ایجاد بشه. در این صورتی که این توقف رشد روان در اون مرحله سبب میشه که مراحل بعدی رشد روان هم به تعویق بیفته و جای تعجب نیست که ما خیلی افراد رو میبینیم که سن و سال عاطفی و روانی اونها به سن و سال جسمیشون و حقیقیشون نمیخوره. 40-50 سالشونه ولی رفتار و خلق و خوی و شخصیت اونها بیشباهت به کودکان و نوجوانان نیست و وقتی که دقیق به زندگی اونها نگاه کنید میبینید که آثار نارضایتی در جهت‌های مختلف زندگی اونها دیده میشه و یکی از شایع‌ترین اشکالاتشون معمولاً در رابطه با نزدیکانشونه، چون بالاخره اطرافیان اونها از این که اونها مثل یک کودک رفتار میکنن و مسئولیت‌ها رو نمیپذیرن و خودکفا نیستن خسته میشن و این حالت عاطفی و روانی بچگانه به اونها اجازه نمیده که بتونن مطابق سن حقیقی خودشون و سن جسمی خودشون رفتار کنن. این افرادی هن که دیگه نمیتونن از استعدادهایی که دارن به نفع خودشون و نزدیکانشون و عزیزانشون و جامعهشون استفاده کنن و کودکوار اینا وابسته و آویزونن به دیگران و از دیگران و اطرافیانشون توقع دارن که جوابگوی همه نیازهای اونها باشن و اگه کسی هم بار اونها رو به دوش نکشه از دست اونها عصبانی میشن و این افراد همیشه ناراضی و تنها و دلخور و دلرنجیده و توسری خور میمونن و عقب افرادی میگردن که رول والدین برای اونها بازی بکنه و از اونها نگهداری کنه. این افراد اگر درمان نشن متاسفانه در روابطشون شکست میخورن و معمولا در یک انزوای عاطفی زندگی میکنن، چون هیچ کسی راضی نمیشه مگر اینکه اون خود شخص اشکالی داشته باشه که از یک بچه نگهداری کنه وقتی که اون فرد یا آدم بالغ و بزرگسالی است. و اما ببینیم بعد از این مرحله نوجوانی وقتی ما و جوانی وقتی ما بین 40-60 سالگی رو نگاه کنیم ببینیم اون موقع چه اتفاقی میفته. این موقع است که روان ما شروع میکنه آگاه شدن از اینکه دیگه قدرت جسمی و توانایی های بدنی
که قبلا داشته داره کم میشه. وقتی که نزدیک میشه به سن 60 سالگی، معمولا زمانیه که اگر فرزندانی هست از خونه میرن و میرن عقب زندگی خودشون، و معمولا شغل‌هایی که سال‌های سال ادامه پیدا کردن بعد از 20 30 سال 40 سال دیگه اونجوری که قبلا رضایت بخش بوده دیگه شاید رضایت بخش براشون نباشه، و از اینکه یه کاری رو مداوم هر روز انجام میدیم ما ممکنه ناراضی بشیم. نزدیک سن 50-60 سالگی زمانیه که معمولا اکثریت ما والدینمون از دست میدیم، و همه این عوامل، از یک طرف تواناییمون کم میشه در بعضی جهات، از یک طرف فرزندانمون ممکنه ما رو ترک کنن و برن عقب زندگی خودشون، از طرف دیگه کارمون ممکنه اونجوری که قبلا برای ما لذت بخش بوده یا از نظر عاطفی رضایت بخش بوده دیگه رضایت بخش نباشه، و در ضمن از دست دادن نزدیکان و والدین، همه در دست به دست هم میدن، و این میان سنی 40 تا 60 سالگی رو میتونه برای ما پرتلاتون بکنه. و خیلی مهمه که در این مرحله ما آگاه باشیم از تغییراتی که صورت میگیره، و اغلب در این میان سنی زمانیه که یه ارزیابی میکنیم از هدفهایمون و ارزشهایمون، و شاید اون چیزایی که در نوجوانی و جوانی برای ما خیلی ارجحیت داشته باشه دیگه در این مرحله بی اهمیت بشه، و خیلی از اون چیزایی که اون موقع در نوجوانی و جوانی برای ما پر اهمیت بوده حالا پوچ و بی اهمیت بشه. دوباره من تأکید میکنم که سن 40 تا 60 سالگی میتونه سازنده ترین بخش زندگی ما باشه. همونطور که بسیاری از نویسندگان، شعرها، نقاشها، آهنگسازان، هنرمندان، سیاستمداران و نوابغ بهترین و بزرگترین موفقیت های کارهای هنریشون و غیره رو، مثلا مسترپیس کارشون رو در این دوره میان سنی خلق کردن. حالا در این مرحله است که دید ما از پا به سن گذاشتن میتونه روی حال ما اثر بذاره. اگه ما به پا به سن گذاشتن و بالا رفتن سن با یه دید واقع بینانه و حقیقت بینانه ای نگاه کنیم، اون موقع میریم به ماورای این که موهامون سفید شده، پوستمون چروکیده شده یا قامتمون خمیده شده، و برای اینکه ما بفهمیم که وقتی سن بالا میره چه تغییراتی عمیق در ما صورت میگیره، من میخوام توجه شما رو به یه نامه ای از یک خانم مسن همزبان و هموطنی که بعد از فوت اون در لابلای آلبوم عکس‌هاش در خانه سالمندان در نرسینگ هوم پیدا کردن، و این نامه رو ایشون خطاب به پرستارش نوشته بود، برای شما بخونم. ایشون در این نامه میفرمایند، خطاب به پرستاری که اونجا باهاش بوده، میگه تو در من چه میبینی؟ تو درباره من چه فکر میکنی؟ وقتی به من خیره شدی و خیره خیره به من نگاه میکنی، آیا یک پیرزنی سردرگم و سرگردان که غذا از دهنش آویزان است میبینی؟
آیا پیرزنی میبینی که ساکت و بی جواب است وقتی شما فریاد میزنید چرا غذایت رو نمیخوری؟ و چرا سعی نمیکنی؟ و چرا کفش و جورابت را گم کرده ای؟ ایشون میفرماین من که هرچی شما گفته اید از بیچارگی انجام دادم، ولی آن که تو میبینی من نیستم. بگذار برایت بگویم من کی هستم. خطاب به پرستارش: اگر حقیقت را ببینی در درون این پیرزن که به دستور تو آب و غذا میخورد و از تو اطاعت میکند یک دختر بچه 10 ساله است که با پدر و مادر و برادر خواهر زندگی میکرده و همدیگر را دوست داشتن. در درون این پیرزن یک دختر 16 ساله است که چون پرندهی در آسمان خیالش پرواز میکند و آرزو میکند که روزی معشوقش را پیدا نماید، ولی متاسفانه به دستور پدر با مردی 30 ساله ازدواج میکند و به زودی یکی پس از دیگری فرزند پیدا میکند. در درون این پیرزن قامت خمیده که در جلوی شما نشسته است دختری 24 ساله است که 3 فرزند او در کنارش بازی میکنند و همانطور که پدر از او خواسته بود از شوهرش اطاعت میکند. در 30 سالگی بچه ها به سرعت دارن بزرگ میشوند و من از رشد سریع آنها دارم لذت میبرم، ولی از اینکه ممکن است زود مرا ترک کنند ترس دارم. در 50 سالگی زندگی من تار می شود و چراغ زندگی من خاموش می شود. شوهرم را از دست می دهم. او برای من هم معلم بود، هم پدر، هم شوهر، هم رئیس و من به او عادت کرده بودم و بدون او من گم شده و سرگردان شدم. بچه هایم یکی بعد از دیگری به آمریکا رفتن و من از تنهایی و بی کسی عقب سرابی به دنبال آنها به آمریکا آمدم، ولی در غربت تنهاتر و پژمرده تر شدم. جگرگوشه هایم بچه ها و زندگی خودشان را داشتن و من در تنهایی و انزوا فقط با خاطراتم و آلبوم عکس هایم سرگرم بودم، تا اینکه در 81 سالگی زمینگیر شدم. طبیعت ظالم مرا چنان درمانده کرده است، ولی در درون این بدن استخوانی هنوز دختر جوانی زنده است. من مزه عشق و شادی و غم را چشیدم و در خیالاتم دارم دوباره از اول زندگی می کنم، گرچه سالهای عمرم سریع گذشت. پیری روان کمتر از پیری جسم و بدن طاقت فرسا نیست، ولی در پیری روان ما چروکی صورت و سفیدی مون رو نمی‌بینیم. اون چه بیشتر دیده میشه در این مرحله افسردگی و احساس انزوای عاطفی. در اینجا من به خاتمه برنامه رسیدم و بقیه این صحبت رو پنجشنبه دیگه 7 شب با شما در میون میگذارم. برای شما بینندگان گرامی آرزوی سلامت جسم و روان میکنم. شب خوش. درد دل روان، برنامه با دکتر جواد نفیسی، هر پنجشنبه 7 شب از رویال تایم تیوی. برنامه سازان، میهمانان و کلیه شرکت کنندگان در برنامه های تایم تیوی مسئول سخنان و نظریات شخصی خود هستند.